در همین رابطه بیشتر صحبت میکنیم با مهمانانم در این برنامه، آقای محمد عمر نهضت رئیس حزب آما اینجا در استودیو و آقای دکتر عاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان هم که از طریق اسکایپ با ما وصل هستند. مهمانان گرامی خیلی خوش آمدین. آقای نهضت اگر اجازه بدین با آقای مختار آغاز بکنیم. آقای مختار سلام بر شما، خیلی تشکر از اینکه با ما هستین. در بحث شروع فکر میکنین به نتیجه نرسیدن اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره چگونگی معافیت سفر برخی از مقام های امارت اسلامی؟ سلام به شما، من احرامی شما و شما به ملت مسلمان و مجاهد افغانستان. تشکر. خوب اگر ما به پالیسی امارت اسلامی افغانستان نگاه کنیم، یک سیاست عدم موجودیت، یک سیاست متوازن و بی‌طرف افغانستان را به انزوا برد. از اینکه امارت اسلامی افغانستان در طول یک سال نتانیست موازی و موقف بین المللی خود را در چارچوب منافع ملی افغانستان مطرح بسازه، افغان ملل متحد هم به یک نتیجه نرسید. از طرف دیگر بزرگان یا رهبران طالبان که در لیست سیاه است و نفع ملت ما و مردم ما نیست و یک راه بنبست را بین افغانستان و جهان ایجاد میکنه. از طرف دیگر ملل متحد هم بر اقمار و سیاست هژمونیک ایالات متحده امریکا نخواست که این لیست تمدید شود و افغانستان یک بار دیگر سال امیدوار کننده را پیش رو نخواهد داشت. بله. و این اختلاف نظر اینها هم فکر میکنین از کجا منشأ میگیره؟ از اینجا که شما اشاره کردین در مورد یک سیاست متوازنی که باید امارت اسلامی اتخاذ میکرد، یا نه بحث امو درگیری ها و اختلاف ها میان کشورهایی است که تصمیم گیرنده هستند در شورای امنیت سازمان ملل؟ قطعا دلایلی است که امارت اسلامی هم نتانست یک سیاست متوازن را معرفی بکنه. در عدم موجودیت یک سیاست متوازن قطعا کشورهای جهان و خصوصا ایالات متحده آمریکا پالیسی و استراتژی خود را خواهد داشت. من فکر میکنم اگر امارت اسلامی میتانیست یک سیاست متوازن و بیطرف را معرفی بکنه و مشروعیت خود را از ملت خود میگرفت، امروز افغانستان از انزوای سیاسی این انزوا و... این سیاست بیطرف چی از آقای مختار که شما میگن؟ چه نوع یک سیاست بیطرفی است که ما نباید با چین و نباید با روسیه استاده شویم. در میان چین، روسیه و آمریکا یک سیاست متوازن را داشته باشیم. به خاطر منافع شخصی خود با یک خود باید استاده نشویم. منافع ملی افغانستانی است. شما اگر افغانستان از لحاظ ژئوپلیتیک و هایدروپلیتیک مطالعه بکنید، کشوری است که باید یک سیاست متوازن را در قبال سوپر پاورها و قدرت‌های جهان داشته باشد. در غیر از این و سیاستی که ما به هر کشور وصل شویم و به طرف روس و آمریکا و چین باشیم به نفع ملت ما و مردم خواهد بود. سپاسگزار هستم. ممنون آقای نهضت. ظاهرا دیده میشه که کشورهای غربی مخالف تمدید معافیت سفرهای امارت اسلامی است، مقام های امارت اسلامی است، و از طرف دیگه هم نماینده چین و فرانسه میگن که باید تمدید شود. این اختلاف نظرها فکر میکنه از کجا منشأ میگیره؟ آیا باور شما هم است که امارت اسلامی نتونست یک سیاست متوازن را در برابر کشورها اتخاذ بکنه؟ چه آقای مختار میگه؟ به نام خداوند یکتا و هستی ساز، با ادای احترام به شما آقای مختار، کارمندان بخش تحقیق تلویزیون نامتنان در دیده و عذاب کشیده، متاسفانه باید گفت یک سال سپری شد. ما تا یک سال گفته بودیم که آنچه امروز اتفاق میفته مصداق گفتاره یک سال قبل ماست. حتی شاید آنچه من میگفتم آقای مختار وقت موافق با گپای ما نبودم. همین سیاست متوازنه متعادله هم وقت ما پیشنهاد میکردیم. آقای مختار هم وقتم خوب یادم است با ما موافق نبودند در این قسمت. خب ما یک سال قبل گفته بودیم که امارت اسلامی با همچون روی کردها و کارشیوه های رفتاری خود بسیار بعید به نظر میخوره که مشروعیت ملی بین المللی خود کمایی بکنه. چرا؟ دالبری که افغانستان از نقطه موقع ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیکی نقطه است که نقطه کنش ها واقع نشاسته. روی این ملحوظ این کنش ها واقع نشاره در آخر در قبال خواد داشتن که اونا پیشتر به این مسئله اشاره کردن. این ما قبلا درک کرده بودیم، گفته بودیم، ویدیو هست، سیدیو هم ببینید شما که ما قبلا موقع گیری کرده بودیم. و در این زمان یک سال است که به امارت اسلامی ما همه روز پیشنهادهای سالم سازنده به خاطری که از این زوای ملی بین میبرن مطرح کرده بودیم.
و بار بار گفته بودیم که همچون سیاستی که در سطح ملی بین المللی شما دنبال میکنین، شما را نه تنها در سطح ملی، در سطح بین المللی منزوی میکنه، تاوانش هم مردم مظلوم افغانستان خواهد پرداخت. و امروز مردم افغانستان کاملا در انزوای سیاسی با جمع امارت اسلامی قرار دارند. روی ملحوظ امارت اسلامی باور مایی است که طی یک سال در کش قوسای استراتژیک و نیابتی و استخباراتی کشورهای مورد امسایه و منطقه گیر مانده. تا یک سال است که در میکش قوسا ای گیر مانده، هر قدری که دست پنجه نرم میکنه رهایی حاصل کنه میتونه و نباید هم رهایی حاصل کنه به شکل، به خاطر اینکه اینا نظریات پیشنهادی سالم اعضاب ادوار سیاسی من جمله حزب آماره. ولی هنوز هم فرصت از آقای نوزاد، هنوز هم فرصت است میشه که این سیاست را به حال عملی کرد و در نظر گرفت یا نه سنگ تهداب گذاشته شده و ظاهرا یک شماره از کشورها آزرده شده. مردم افغانستان سخت انتظار داشتن و خسته نظام پیشین بودند و میخواستند که انتظارشون همی بود، توقعشون همی بوده که نظام بدیل هر کی که باشه، طالبا باشه و کس دیگه باید باشه، مقتضیات و نیازمندی های تاریخشون رو برآورده بکنه، به خستگیشون پان بده. جهان هم انتظار داشت که خسته شده بود نظام پیشین، اما با تاسف باید گفت که امارت اسلامی به انتظارات مردم پایان نداد، فرصت ها را از دست داد. آلیم چالش های بیشمار برای خودش خلق کرده، این مردم خلق نکده، جهان خلق نکده، کاملا مقصر درجه یک رهبری مربوط به امارت اسلامی است که برای خود دست ملی بین چالش خلق کرده و امروز این منجلاب گیر مانده. چرا؟ به امارت اسلامی میگه که خب ما وعده هایی را که دادیم عملی کردیم و از طرف دیگه هم میگه که ما را به انزوای جهانی غرب برده، ما را به رسمیت نمیشناسه، حکومت را در انزوا قرار داده، تحریم ها وضع است، در تحریم های اقتصادی و همینطور هم تحریم های سیاسی، اگر اینها برداشته شود مشکل شما ببینین ندارم. اگر خواسته ها و نیازمندی های مردم برآورده می شد، مردم دقیقاً مشروط ملی 100% به امارت اسلامی می داد. اگر خواسته های قانونمند مشروع جامعه جهانی در چوکات اصول روابط بین الملل در محور منافع ملی بله. ما برآورده می شد، یقینا که امروز انزوا نمی بودند. پس دستاورد خیلی چی است که همه قرار امارت اسلامی انجام داده. اما امارت اسلامی آلی هم می شه که ما همه چالش هایی که خود خلق کردین و بار ملامتی را شاید سر مردم بندازن، سر عذاب بندازن، سر نظام قبلی بندازن، حقیقتا که نظام قبلی هم به میراث مون بعضی چالش ها را. اما امروز میتونیم ما که اگر واقعا به اساس یک کارشوی متعادل سیاسی رفتار بکنن امارت اسلامی و فرمایشاتی که ما قبلا داشتیم، پیشنهادی که ما قبلا داشتیم به امارت اسلامی، دقیقا که چالش به فرصت تبدیل میشه. ما روز اول گفتیم که شما پشت گپای خرد کوچک نگردین، پشت مهی گپایی که تکرار بشه نگردین که نظام های قبلی نقشه رو دنبال کنین، برین حوزه منابع تشخیص بکنین. با تشخیص حوزه منابع است که راهکار برای شما پیدا میشه و اهداف ملی را به اساس سلسله مراتب اولویت بندی کنین که چی برای ما مهم است. اولین چیزی که مهم بود ما خلای قانونی رو باید تکمیل میکنیم، در محور قانون اساسی ما همه کار را انجام میدیم. چیزی که امروز مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفته این است که ما نظامی داریم که او دور زده قانون اساسی را نظامی داریم که دور زده قانونی که قوانینی که زیر چتر قانون اساسی دنبال میشه، فقط تکیه بر حدود است، بر شریعت است. ما او را در گذشته دورام روایت مردم افغانستان کرده، حالی هم میکنه، در آینده هم خواهد کردن، ولی نمیتونه که ما تنها و تنها قانون اساسی داریم، کل مشکلات خود در سطح ملی بین المللی و به اساس امو ولی داخل ما مدون نشده هنوز با گذشت یک سال، امو هم هنوز مدون نشده، امو مدون نشده حداقل مشخص باشه. اگر اجازه بدین به شما برمیگردم آقای مختار، درباره تبعات این تصمیمی که شورای امنیت سازمان ملل میگیره میپرسم، اما پیش از او شما فکر میکنین چه توافقی ممکن است به وجود بیاید درباره سفر مقام های امارت اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل؟ آن چه ظاهرا دیده میشه از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری سیاست های کشورهایی که نقش داره در این باره؟ اول خو دی شک نیست که استراتژی ایالات متحده آمریکا هم در رابطه با افغانستان و نظام فعلی افغانستان و مردم افغانستان خصمانه بود. آمریکا برخلاف امید مردم افغانستان، افغانستان را غیر مسئولانه رها کرد، پول افغانستان را به تحریم بست و میدیای در جهان و میدیای کار سپرد که خلاف نظام در سطح جهان و لابی بکن. و از طرف دیگر امارت اسلامی افغانستان بدبختانه نتانیست در روشنی منافع ملی خود و در روشنی و در چارچوب وحدت ملی و امنیت ملی خود یک سیاست متوازن را در افغانستان معرفی بکنه.
و سیاست بیرونی افغانستان را، یعنی سیاست پالیسی و استراتژی افغانستان را در سطح جهان مطرح بسازه که افغانستان در کجا هست، از کجا به کجا میره. از طرف دیگر من تا جایی که به این باور هستم که شاید تعدادی از رهبرای امارات اسلامی را با سفرهای محدود تا قطر شاید بدن و این به نفع ما و مردم ما نخواهد بود. بله. شما وقتی که یک نظام رهبریش را نمیخواین که با اونا صحبت بکنین و در سفرها را سرش پابند میکنین، نمیتونین به جای سفر بکنه، افغانستان خود به خود به طرف انزوا میره. ولی یعنی یک فرصت بود آقای مختار، یک فرصت بود که مقام های امارت اسلام میتونستن سفر بکنن، کسانی که نقش داشتن در جریان یک سال. ظاهرا درباره این که وارد تعامل رسمی شوه با جهانیان دستاوردی نداشته که قابل لمس باشه. حالا اگر بسته شوه این مسیر، فکر نمیکنین منزوی تر میشه افغانستان؟ خب جهان چند قطبی است. چین و روسیه با افغانستان نزدیک خواهد شد و آمریکا و ناتو و کشورهای اروپایی از افغانستان فاصله خواهد گرفت که قطعا نزدیک شدن چین و روسیه به افغانستان خلاف منافع ملی افغانستان خواهد بود. اما داره که من قبلا عرض کردم که یک سیاست متوازن را در چارچوب ملی منافع ملی افغانستان شما زمان میتونین به میان بگیرین و بیارین، زمانی که شما مشروعیتتان را از ملتتان و از مردمتان بگیرین. آدرس مشروعیت نظام اسلامی افغانستان باید از ملت افغانستان گرفته شود. قبل از هم آل هم توپ در میدان امارت اسلامی افغانستان است. اینا اگر خواسته باشند که افغانستان از سیاست انزوا دست برداره، خصوصا امارت اسلامی افغانستان از سیاست حذف و انحصار کنارگیری کنه، به ملت خود مراجعه کنه، در روشنی منافع ملی افغانستان سیاست متوازن را مطرح بکنه، من مطمئن هستم که افغانستان از انزوای سیاسی اقتصادی و بین‌المللی یعنی نیاز به مذاکره نیست. آقای مختار فکر میکنین وارد مذاکره شود با جهانیان، یا اینکه به آنچه جهانیان میگه پابند بمانه یا هم عملی بکنه که افغانستان بره به سوی مشروعیت جهانی؟ وقتی شما از ملتتان مشروعیتتان را میگیرین، مشروعیت داخلیتان را از ملت و مردم خود میگیرین، به یک سیاست متوازن و بی‌طرف در منطقه و فرا منطقه طرح او را به جهان ارائه میسازی، خود به خود جهان شما را از انزوا میکشه. فوتبال یا توپ بر میدان امارت اسلامی افغانستان هست، از کبر و غرور بیجا دست بردارند. در این شک نیست که با ایالات متحده آمریکا و ناتو جنگ کردند و سرزمین خود دفاع کردند، اما فراموش نکنید که سرزمین از تمام اقوام با هم برادر و برابر است. ازبک ها، تاجک ها، هزاره ها، ترکمن ها، نورستانی ها، پشهی ها در نظام اسلامی افغانستان باید حضور فعال داشته باشند، در تصمیم گیری حق تعیین سرنوشت داشته باشند، صدای ملت از طرف امارت اسلامی افغانستان شنیده شود، درب مکاتب و مدارس به روی دوشیزه های افغانستان باز شود، به میدیا احترام گذاشته شود، در روشنی منافع ملی افغانستان تحلیل شود. منافع ملی افغانستان در این نیست که ما با چین و روسیه نزدیک شویم و از ایالات متحده آمریکا و از اروپا فاصله بگیریم. یک سیاست متوازن و بی‌طرف میتونه افغانستان را از بحران سیاسی و بین المللی بیرون بکنه. سپاسگزار شما، ممنون. تان آقای نوزد، اگر تصمیم بر این باشه که محدود بکنه سفر مقام های امارت اسلامی را تا حدی که آنچه آقای مختار میگه، تا حدی که بتانه به قطر بره، یا اینکه کاملا محدود شوه نتونه از افغانستان بیرون شوه، این به این معناست که دیگه کابل باید رابطش قطع باشه با جهانیان و نمیتونه که به کشور بره، وارد مذاکره شوه، اونا را قناعت بده و اقناع جهانی را به دست بیاره. در چنین وضعیتی افغانستان منزوی تر میشه و ممکن است هر اتفاق رخ بده. یک چنین وضعیت را غرب فکر میکنه بخواه که در افغانستان حاکم باشه یا نه؟ غرب هم به نفعش است و میدانه که وارد تعامل باید شوه با حکومتی که در کابل است و این مسئله میتونه امنیت همه را هم تضمین بکنه، مخصوصا از غرب را که نگرانی دارن. خب در چند مورد، اما قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بگویم، مختصرا میپردازم به مسئله سیاست بی‌طرف و متعادل. بله.
سیاست بیطرف و متعادل و متوازن دقیق ولی بیطرف ما نمیتونیم تمام عرصه سیاست بیطرفانه داشته باشیم. چرا با ویژه کشورهای در حال رشد یا کشورهای جهان سوم کشورهای فقیر همه این سه ستون نمیتونن که یک سیاست بیطرفی تمام عرصه ها دنبال بکنن با ویژه بخش اقتصادی و در تمام عرصه ها ما میتونیم بیطرفانه عمل بکنیم به ویژه به حساب سیاسی ولی در عرصه اقتصاد ما دزبین به دیگرها هستیم یعنی خودکفا ما نیستیم اگر ما کاملا پیور سیاست بیطرفه دنبال بکنیم در تمام عرصه بیشتر از پیش ما را منزوی میسازه بنان در عرصه اقتصادی نمیتونیم ما کاملا سیاست بیطرفانه دنبال کنیم ایجاب میکنه که در هر عرصه ما کارشوی رفتاری متعادل خواهد داشته باشیم و نداشت نیازمندی های جامعه حسب ضرورت جامعه مایی کار داشته باشیم آمدیم در قسمت نگاه غرب که آیا میخواید نمیخواید این وضعیت رو باقی بونه باور من است که بازیگرای اصلی کوشش میکنن که در قدم اول اختلافات در بین رهبری مربوط به امارت اسلامی شکل بدن یکش پیشنهاد میکنه که 6 نفر اقصای رو سفر داره دیگهش میگه 13 نفر اینو محدود میکنن ارقام آمار میدن با این آمار ارقام میخوان اتو نمود بکنن که ما نفوذ داریم بالای 6 نفر یا بالای 13 نفر میخوان نمود بکنن یعنی اعتبار اعتماد مربوط به رهبری امارت اسلامی را همین 13 نفره در بین دست جامعه دست بین از کشور یا میخوان که زیر سوال ببرن وزی آب گلالود میتونن که یا به شکل افزاری کم اف سابق استفاده بله. کنند در میبر منافع ملیشان این لازم است که امارت اسلامی متوجه اینی زوایا می بود متوجه اینی کش و قوسا می بود بس اینجاست که وقتی ما میبینیم غرب مخالف است که باید تمدید نشه امین غرب بوده که در توافقنامه دوحه با امارات اسلامی امضا کرده و گفته که نام رهبران امارات اسلامی کسانی که در فهرست سیاسی سازمان ملل است پس از امضای توافقنامه و مو شرایطی که داشته باید بیرون شود اما همین کشوری که امضا کرده توافقنامه را این به این باور است که باید معافیت تمام شود اما کشورهایی که امضا نکرده مثل چین و روسیه میگه که باید اجازه داده شود تا وارد مذاکره شد و گفتگو شد و قناعت جهان را به وجود بیاره یعنی ظاهرا یک فشار بسیار غیر عادلانه نیست از سوی غرب دقیقا هم فشاری هست که تا طالبان را وادار بکنه به تعامل مشروع و قانونمند متوازن یعنی از این چوکات آقایی باداری طالب باید برایه و مشکل هم است که اگر او کارشوی رفتاری نظام های قبلی را بخواید که دنبال بکنه او امکان پذیر نیست ما تجربه کردیم تاریخ جهان هم میخواید مردم افغانستان هم میخواید صاحب نظر سیاسی هم میخواید ما هم میخواییم که تاریخ تکرار نشه بریم از تاریخ ما درس بگیریم آنچه که می آموختیم از تاریخی است که اون نقشه رای دیگر از سرش خط بکشیم یک نقشه رای دیگه که همه کس بتونن در تصمیم گیری می قسمه که بیشتر آقای مختارم گفتن شریک باید باشن بافت اجتماعی جامعه ما ایجاب میکنه که در تصمیم گیری کلگی باید باشن ورنه ما اونمو رای را که دیگر را دنبال کن دنبال میکنیم نه ملت میشیم نه دولت میشیم و نه ملت هستیم و دروغ هم گفتیم در تاریخ با مردم که ملت بزرگ افغان ما ملت بزرگ افغان نیستیم حتی ملت ها را خرد و خمیر کردیم اقوام خورد خمیر کردیم حتی در بین خود برادرای پشتون که چندین قوم هستند حکام اکثرا برادرای پشتون ما نگذاشته حتی اقوام برادرای پشتون که چندین قوم هستند که غلجایی و امازه و اچکزه و امیر ما با وجه که چند قوم هستند کلش آوردیم خلاصه کردیم که نه اینی نقشه غلجایی داره این درونی داره در بین حتی اقوام خود برادرای پشتون ما اختلافات خلق کردیم مشکلات خلق کردیم کی خلق کرد این مردم خلق نکرد هیچ برادر پشتون آگاهی کار این کار نکرده هیچ صاحب نظر سیاسی پشتون که برنامه داره این کار نکرده هیچ برادر پشتونی که این منافع این تعریف روشن داره این کار نکرده هنمو حکام مزدور در طول تاریخ این کار کردین نباید ما رای حکام مزدور دنبال بکنیم بهتر است که ما کارشوی رفتاری چنان متعادل تنظیم کنیم و از توانش هم نداره امارت اسلامی ما بار گفتیم که یک سا... گیریم که به میا اجازه بدن به امارت اسلامی اجازه بدن که 13 نفر سیر و سفر بکنه این 13 نفر 10 سال دیگه هم که سیر و سفر بکنه بدون برنامه بدون سیاست خارجی بدون سیاست داخلی بدون کارشوی رفتاری دست خالی نتیجه منفی است ما تجربه کردیم یک سال تشکر. بهتر است که قبل از او بیشتر دوست ما مطرح کردن که در اینجا سر مسئله منافع ملی تعریف شود منافع ملی زمان تعریف میشه سیاست متعادل زمان تنظیم و ترتیب میشه که برگرفته از قانون اساسی باشه اول ما او کار انجام بدیم تا که قانون اساسی ما تعدیل نکنیم یا اثر مسوده نکنیم و به از طریق یکش ما به تصویب نرسانه میشه تعدیلش یا مسوده شه بعید به نظر میخوره که ما سر داخلی تنظیم کنیم خارجی تنظیم کنیم یا که کاشوی رفتاری تنظیم کنیم یا ما بتونیم که منافع ملی تعریف کنیم منافع ملی در چوکات قانون اساسی تعریف میشه ممنون اجازه بدین به شما برمیگردم آقای مختار اگر با شما جمع بندی بکنیم فکر میکنین که امریکا به دنبال فشار از تا امارات اسلامی را پاسخگو بسازه به آنچه که میگن تعهد صورت گرفته یا نه به دنبال
منزوی کردن امارت اسلامی است. ما از یک طرف میبینیم که رهبر شبکه القاعده میگن ما در کابل هدف قرار دادیم، با طرف دیگه باز میگن ما همچنان ادامه میتیم مذاکرات ما را با رهبران با مقام های حکومت سرپرست در کابل درباره پول های منجمد شده افغانستان، و حالا هم در شورای امنیت سازمان ملل این فشار را وارد میکنه. دو موضوع را ما باید باز برسانم. یکی که وقتی با سیاست متوازن حرف میزنیم، سیاست متوازن خودش بیانگر منافع ملی افغانستان میتونه باشه. ما در علوم اقتصادی یک ترم داریم به نام نیو کالونی. شما کشوری هست، بیرق دارین، اوتو دارین، دریا دارین، بحر دارین، پول ندارین. سیاست متوازن میتونه افغانستان را و منافع ملی افغانستان را از لحاظ اقتصادی با کشورهای منطقه گری بکنه، که قطعا سیاست متوازن به نفع افغانستان است. از لحاظ امنیتی وقتی که ما مسائل منافع ملی یا سیاست متوازن را معرفی میکنیم، سیاست متوازنی است که شما جغرافی افغانستان را مثال کوچکش، جغرافی فعلی افغانستانی که ما داریم بر ضد هند و ایران با یکی دیگه استفاده نمیکنه. یعنی نه منافع امریکا، نه منافع پاکستان اینجا میره، نه منافع هند. در منافع افغانستان میتونیم موضوع افغانستان را نجات بدیم. آقای مختار کوتاه اگر درباره سوال من در رابطه به اینکه افغانستان گفت یک ملت هست. ما دیروز هم یک ملت بودیم، امروز هم یک ملت هستیم و فردا هم من حیث یک ملت اینجا باقی خواهیم ماند. و مطمئن به این باشین که کسایی که به نام ملیت و قوم و تبار و قبیله و سمت برای افغانستان لابی میکنن، قطعا از ملت خود آگاهی علمی ندارن. اگر ما یک ملت نمی بودیم، سه امپراتور را در دو قرن نمیتونستیم از افغانستان بیرون کنیم. بناهن شرایط فعلی افغانستانی است که امارت اسلامی افغانستان مشروعیت داخلی خود را از ملت افغانستان میگیره. بهترین گزینشی است که به ملت خود و به مردم خود مراجعه بکنند. در چنین شرایط فشارهای غرب هم کارساز نخواهد بود میگن. اگر یا مشروعیت خود را از ملت خود و از مردم خود بگیره، غرب، شوروی و کشورهای همسایه هیچ چیزی نمیتونه. زمانی که ما واحد و یک پالیسی واحد در روشنی منافع ملی افغانستان داشته باشیم، هیچ کشوری هیچ چیزی بر علیه ما نمیتونه. خیلی تشکر، ممنونتون آقای نوزاد. یک دقیقه فرصت داریم. برای امارت اسلامی حالا چی بکار است که باید انجام بده با توجه به تجربه‌ای که در جریان یک سال حاکمیت کسب کردن از گرم شدن و سرد شدن رابطه کشورها با کابل؟ نیازمندی های جامعه را اولویت بندی بکنه. نیازمندی جامعه ما ملت سازی است. ما ملت نبودیم، ملت نیستیم. در قانون اساسی زهرشام در سال 43 رعیت گفته شده. ملت وقتی که ما ملت میگوییم، ملت سه تا ویژگی داره: زبان واحد می باشه، فرهنگ واحد می باشه، اقتصاد واحد می باشه. نه اقتصاد ما در طول تاریخ متوازن بوده، نه زبان ما زبان واحد بوده، نه فرهنگ ما فرهنگ واحد بوده. این ویژگی های مربوط ملت است. اگر چون این چیزی وجود داره، ما ملت هستیم که نیستم. آمدیم چیزی که امارت اسلامی به اون نیاز داره، انسجام ملی است. برای ملت سازی نیاز است که انسجام ملی به وجود بیاد. انسجام ملی، فرهنگ واحد میشه، زبان واحد میشه، اقتصاد واحد میشه، و دیگه که حوزه منابع تشکیل و تمیز باید بکنن، برن به طرف تدوین قانون اساسی یا تعدیل قانون اساسی که از همون جاست کار شما. ممنون جواب هر دو مهمان گرامی، آقای محمد عمر نهضت رئیس حزب ما و آقای دکتر عاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، از حضورتان در این بحث سپاسگزار. شما بیننده ها هم که بیننده این بحث بودید.